نیکزاد هستم، مدیر نگارخانه نیکزاد. رشتم نقاشی بوده و به خاطر علاقه که به این داشتم و یه کارخانه به کمک خانوادم باز کردم که بتونم در رشته زمینه خودم ادامه کار دهم. در مورد کار من باید بگم که پشتیبانی خانواده اولین مزیتی بوده که من داشتم، که با در اختیار گذاشتن فضای گالری و پشتیبانی های مالی دیگه باعث شدن من بتونم این کار رو شروع کنم. و در کنار اون هم خب بالاخره اعتماد به نفسی که خودم به کار خودم داشتم، اعتقادی که به مسیرم داشتم و به هدفی که داشتم در زندگیم، برای اینکه یک خانمی باشم که اسمم یا سمن نیکزاد باشه و پیشوندی نداشته باشه، بوده که خواستم این کار رو داشته باشم و زحمت براش بکشم. در یکی از کتابای پائولو کویلو یکی از جملات این کتاب خیلی به من رو احساساتی کرد. پائولو کویلو میگفتش که شما در زمانی که اتفاقی براتون میفته و غرق دارین میشین، تا زمانی که دست پا بزنین هیچ وقت غرق نمیشین، زمانی که خودتون رو ول میکنین غرق میشین. با این حال که سن کم بود و زحمات زیادی کشیدم از لحاظ تحصیلی، از لحاظ اینکه علمم رو بیشتر کنم، زبان یاد بگیرم، کامپیوتر یاد بگیرم و غیره، تا بتونم که جواز گالری رو در سن کمتری بگیرم و حتی به یه صورتی بودش که بخاطر خلاقیتی که در کارم دیدن و زحماتی که دیدن کشیدن، حالا چه در زمینه تاریخ بوده و یا کار گروهی بوده، خودشون قبول کردن که مجوز گالری رو به من بدن و از راه قانونی این کار رو جلو بردم و الان هم دارم این کار رو ادامه میدم. ادامه بدم به خاطر این که ارزش برای قانون دارم. سعی میکنم آدمی باشم که حس مالکیت به چیزی نداشته باشم و اینی که سعی میکنم خودم رو برابر با همه بدونم و خودم رو موظف میدونم که باید کار انجام بشه. حالا چه درسته که مدیر گالری هستم، ولی هیچ وقت به این موضوع به عنوان کلمه نگاه کنم، هیچ حس حالت مالکیتی سعی میکنم نسبت به این موضوع نگیرم و سعی میکنم همراه و برابر با دیگران کار را انجام بدیم. کار رو چه از حسابداری گرفته، چه از مسائل دیگه گرفته، دست خود افراد میسپارم و سعی میکنم که اون مهارت و حرفه‌ای که خودم دارم در مورد تخصصم رو خودم قبول کنم که حد معلوماتم تا چه حد هستش و کارهای دیگر رو به آدمای تخصصی بسپارم. کلن به کار باید شما به دراز مدت که بهتون باب میده نگاه کنید. ممکنه خیلی کارها رو شما سریع شروع کنید و سریع هم به هدف کوتاهی برسید. اون هدف کوتاه خواهد بود. همونطوری که سریع به دست اومده سریع هم از دست میده. سخت‌تر هست آدم دراز مدت به یه هدف نگاه کنه، ولی که خب عوضش دراز مدت هم برای آدم میمونه و کار بزرگتر و مثبت‌تر بهتری خواهد بود.